أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. سوالي ديگر نگه این مشرکینه که خدا را قبول نمی کنن، آسمان ها و زمین اینا خلق کرده. هم خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، یا آسمان ها و زمین که خلق کرده؟ شما که میگن خدا نیه، نعوذ بالله، که خلق کرد؟ این کرات بالا را که خلق کرد؟ میلیاردها کاکشان با نظم بدیع و محیر العقول و فوق العاده، همه اینا در حرکت. میلیاردها میلیاردها ستاره و سیاره در مدارات مخصوص خود در حرکت. کی اینا را خلق کرد؟ کی به اینا حرکت داد؟ کی حرکت اینا را کنترل میکنه که تصادف نکنه؟ هر کدوم در مدار خاص خودش باشه. شما کردین یا مثل شما؟ شما که خود شما میفهمین که آسمان و زمین شما خلق نکرده. خب پس معلومه که ما خلق کرده. شما ایمان ندارین، ایقان ندارین، یقین ندارین. شما مردم بی یقینین، کردل. امی نظام بدیه که در کائنات حکم فرمایه و اتقان موجودات که به اتم وجه ممکن اینا آفریده شده، خودش دلیله که مدبر ای عالم خالق و حکیم و علیم و قدیره. قدرت و علم و حکمت خدا را ثابت میکنه که آفریدگار این کائنات هم حکیمه، هم عالمه و هم توانه. چی را میخواین رد کنین؟ واقعا علم نجوم الان به جای رسیده که به قول او شاعر هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. هر منظومه شمسی را که انسان ببینه یقین میکنه که خالقش حکیم و قادر و عالم. اینا را کی خلق کرد؟ این زمین به این دقت که ازارا شرط برای حیات انسان در این زمین فراهم شد تا انسان به این دنیا آمد، این کی خلق کرد؟ حرکت های زمین کی به زمین داد؟ این آب کی آورد؟ آهنی که در زمین امروز ما داریم، این آهن نگن از این کره نبوده. پیشتر می ره خانده دانشمنده امروز میگن این آهن کی آورد به کره زمین؟ فلزات کی آورد؟ چگونه اینا خلق شد؟ باید بگوی خدا. پس ای از شما نتوانین، این قرار نمیتوانین. امروز هم همینطوره، فرق نمیکنه. اونا به نظر ما مشرکین قریش یا پیشتر از اونا مشرکین مقصر بودن. قرآن اونا را مذمت میکنه، لجبازی کردن برای پول، ولی بعضم درس نخوانده بودن، بعدم درس نخوانده بودن، نادان بودن. اما امروز چی؟ امروز که همه دانائن، امروز که در علوم تجربی قانون علیت همه قبول دارن، در اجزای کوچک قانون علیت قبول دارن، وقتی که در کل کائنات میرسن که خلقت میک تصادف معلول به علت، این امی آیه قرآن که در مورد انسان گفته شد ام خلقو من غیر شیء هم هم الخالقون، در مورد اون عام میایه. همی ماتریالیست های امروزی، همین هایی که امروز فقط حس قبول دارن، عقل قبول ندارن، خود از عقل دور کردن. ماتریالیست ها همینه میارفه که آیا ای عالم کائنات خودش خود خلق کرد یا به علت خلق شد؟ خودش خود خلق کنه دوره، به علت خلق شوه ترجوه بلا مرجعه. و اینا امروز او قدر بیچاره شدن ماتریالیستای ما که به زبان تصریح میکنن که بله ترجوه بلا مرجعه تصادف، تصادف یعنی معلول به علت، که هیچ
کسی در علوم ایره قبول نمیکنه، ولی اونا اونجا مجبور میشن که وقتی از اونا سوال کنی که کل جهان طبیعت کی خلق کرد، میگه تصادف، یعنی معلول به علت. این رسواییش بدتر از رسوایی کفار قریش. هم خلق السماوات، اینا خلق کردن آسمان و زمینه؟ نه، بل لا یوقنون، اینا یقین ندارن، دنبالی بهانه میگردن، دروغ میگن. هم عندهم خزائن ربک هم هم المسیطرون، آیا خزانه های پروردگار پیش این های که تو وقتی از بهشت و دوزخ صحبت میکنی تو را تکذیب میکنن مثلا، آیا این ها بر مردم مسلط هستن بر همه چیز؟ این ها مسلط هستن که خیال میکنن؟ نه، این ها مسلط نیست، همه چیز به دست خدایه. ام لهم سلمون یستمعون فی فلیات مستمعهم به سلطان مبین، آیا اینا یک پایه دارن، زینه دارن، پلکان دارن که اینا به آسمان بلند میشن و میرن وحی خدا را میشنون؟ نگه چون که ما وحی نشنیدیم قبول نمی کنیم. مگر شما چیز میگذارین، پلعای برقی دارین که میرن آسمان را نگاه میکنین، یا به زبان امروزی او پولو دارین که برین در آسمان ها وحی بشنوین. اگر راست میگین همین چیزایی که شنیدین بیان کنین که وحی چی گفته. هم فلیات مستمع هم به سلطان مبین، همون رو با حجت بیان کنه، در حالی که هیچ دلیل ندارین و نظور شما میرسه دروغ هم میگین. هم لو البنات و لکم البنون، عجب شما پسره را خیلی دوست دارید، از دختر پسر را دوست دارید، به خدا که رسید میگن ملائکه دخترای خدایه، برای خدا دختر قرار میدن و برای خود پسره را. خب به عقیده شما که پسره، اولا که پسر و دختر یکیه، هر دو تا انسانه، یک چیزای بی خودی بین مردم. وقتی که دختر خانم دختر میاره، مرد ناراحت میشه، خود خانوم هم ناراحت میشه، خود زن هم ناراحت میشه، دلش پسر میخواه. من اینجا یه حرف هم بگم، یک حرف علمی ره، این خیلی مورد ابتلایه. گاهی خود زن ناراحته که برای چه دختر زایید، چرا پسر نیاورد، در حالی که دختر و پسر فرق نمیکنه. از بعض جهات دخترها بهتر هم هستن، مشکلاتشان کمتره، پسرا قلدرن. این یک. و ثانیاً خیلی از زنهای که زندگانی خود در زندگانی خود رنج میبرن، از طرف شوهر خود و از طرف فامیل شوهر خود، این اتفاقاً 3-4 تا دختر پس هم آورده، تمام روز به این سرزنش ایره سرزنش میکنن که چرا دختر آوردی، چرا پسر نمیاری. مگر به دست ای زنه که پسر بیاره یا دختر؟ ای کار اختیاری زنه که ای عمدن دختر نیاورده؟ اینا حرفای احمقانه، بی خود مردم اذیت نکنین. نه شوهر حق داره که زن خود اذیت کنه، حرامه، و نه فامیل شوهر بیای زن اذیت کنه، اینم حرامه که تو چرا دختر آوردی، چرا پسر نیاوردی. مگر ای به دست زنه؟ از اختیار زو بیرویه. این یک مطلب. از این نادانیا باید بیروشه. امروز از نظر طبی یک عرف تازه، الان دیگه نوبت زنایه که مردار سرزنش کنن، اگر سرزنش بر امر غیر اختیاری درست باشه که درست نیه. از نظر طبی که ما در کتاب الفقه و مسائل طبیه نوشتم، دلیل شرم نوشتم، از نظر طبی امروز ای ثابته که تقریبا 90% اینه که دختر میشه یا پسر میشه، 90% مربوط به مرده، 10%، 8%، 7%ش مربوط به زنه.
حماقت دیگه که 90% پسر شدن و دختر شدن به مرد تعلق داره، او خود بری و ذمه میدن. نگه تو خرابی که دختر میاری پسر نیاوردی، تو دختر زایی پسر زانی، ایر زن سرزنش میکنه. و همچنین خویشاوندان مرد، مادر و خواهر و اینها اشتباهه. الان علم پیش رفته، این حماقت های مردم نادان سابقه کنار بگذاریم، 90-92% مرد مقصره، گفتگو در نطفه مرده. 5-8% بگو عد اکثر 10% بزن برمیگرده که دختر میشه. اگر اولا که سرزنش جایز نیه، نه زن مرد سرزنش میتوانه، نه مرد زن سرزنش میتوانه، برای این که از اختیار زن و مرد خارجه. ایر خدا روی عموی عللی که از مشخص میکنه که دختر بیاره یا پسر بیاره، ای به اراده خدایه، با امو اسباب طبیعی که در نطفه آفریده، ای با او مربوط میشه. ای کار خدایه، کار زن و شوهر نیه. ای اولا غلطه که زن شوهر سرزنش کنه یا شوهر زن سرزنش کنه. اعلی اگر به حساب جاهلیت بگیم نه سرزنش کنین، 10% مرد میتوانه که زن سرزنش کنه، زنم 90% میتوانه که شوهر سرزنش کنه که تو ای کار کردی، نطفه تو خراب بود، بی خود من تو را خواستم، دختر آمد. قضیه برعکس میشه. منطقیش ایه که هیچ کس زن و شوهر هیچ کدام دیگری را سرزنش نمیتوانه. اینا چیزاییست که روی عوامل طبیعی خدا مقرر میکنه که باید زن چقدر باشه، مرد چقدر باشه. این نظام به اراده خدا قائم، بی خود در مادر زن و خواهر، مادر شوهر و خواهر شوهر، بی خود این زن بدبخت سرزنش نکنه. 90% مربوط به پسر میشه. این یک مطلب که این برای خانه ما خیلی مفیده که تمام روز به خانه جنگه که این دختر زاید و پسر نیاورد. حالا آیه قرآن نگه ام له البنات ولکم البنون، شما که پسرها را دوست دارید، در حالی که این درست نیست، دختر پسر یکی. ولی خوب همین احساسی که ما داریم همیشه بوده، شما که پسر دوست دارین، دخترها به نظر شما بد میایه، چطور شد که در تقسیمی که میکنین برای شما پسرایه؟ به ملائکه که رسید نمیگن پسران خدایه، میگن دختران خدایه. ملائکه دختران خدا شد. پس به خدا امو باقیدی شما امو قسمت بد رسید که دخترها بود، قسمت خوب به شما رسید که پسرایه. عجب مردم احمقین شما. خدا نه پسر داره نه دختر. لم یلد و لم یولد. خدا جسم نداره، خدا ماده نیه، موجود مجرده. هیچی از او به وجود نمی آیه و نه او از چیزی به وجود می آیه. او که از چیزی به وجود نمی آیه واجب الوجود. واجب الوجود علت نداره. که چیزی از او به وجود نمی آیه، خداوند مرکب نیه، بسیده. بسید یعنی دارای جز نیه، وجود مجرد. بله هم لو البناتو ولکم البنو. این چی حرفای خرافات میزنین که برای خدا دختر قرار میده؟ خدا نه دختر داره نه پسر داره. ام تسالو ام اجرن فا ام من مغرم مسخرون. اینا که به تو ایمان نمیارن و نبوت تو را انکار میکنن، آیا به خاطر زیه که تو از اینا مزد میخوایی و اینا زیر بار سنگ، زیر بار این مزد تو که خیلی زیاده، این بار بر اونا خیلی سنگینه؟ آخر این پیغمبر که شما چیزی نمیخواه، این یک دکتر طبیب روحانی مفته، مشکلات زندگی دنیای شما را حل میکنه، عدالت اجتماعی را به شما میگه، عدالت اقتصادی را میگه، اخلاقیات شما را درست میکنه،
زیربنای زندگانی شما، اخلاق شما، تربیت شما را تربیت سالم می سازه و آخرت شما را، ارتباط شما را با خالق شما درست میکنه، ظلم و جفا و تعدی و زورگویی را از جامعه برطرف میکنه، شما را به خالق شما آشنا میسازه، آخرت شما را در بهشت بسیار عالی میگردانه و هیچی ما شما نمیخواه. شما دیوانه نین که از پیغمبر دور میشین و تکذیب میکنه. مگر این پیغمبر چی سوال کرد از شما؟ پول خواست؟ پول که نخواست، که بگویم پول زیاد میخواست، ما زور ما نمیرسید، کمر ما خم میشد، این بار قرض بر ما سنگینی میکرد، ما هم نبوتش قبول نکردیم. خدا اور فرستاده بود که مجانی شما را هدایت کنه، اصلاح کنه. چی را میخواین انکار کنین؟ هم تسألهم اجرا فهم من مغرم مسخرون، که تحمل مشقت این قرض شما نداشتید. بله، ام عندهم الغیب فهم یکتبون، آیا غیب پیش شماه که پیغمبر میمر و ما زنده ایم و بعد دیگه قرآنم فراموش میشه، به قول اونا اشعارشم از بین میره؟ شما این میدانین؟ شما غیب خدا را می نویسین؟ غیب کس نمی دانه، غیب خدا می دانه. همو تو هم شد، اونا نابود شدن، پیغمبر زنده ماند، ثلث دنیا را به اسلام منور کرد. ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون. شما می خواهین مکر کنین، مکر چاره جویی، شما میخواین چاره جویی کنین برای خود؟ نه، چاره جویی خدا فوق چاره جویی شماه، قدرت شما خیلی محدوده، شما هیچ کاری نمیتوانین که جلب دین بگیرین. بت پرستی محکوم به شکست قطعی و از بین میره. هم المکیدون یعنی چاره خدا، چاره جویی خدا فوق چاره جویی شماه و او چیزی که خدا اراده کرده اونمو والله و غالب علی امری همو کار صورت میگیره. شما به خیالات خود مبتلا باشه. اینا خیلی زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشیدن، رنگارنگ زورشان به این نرسید که منطقی جواب بدین، که مثل قرآن یا قرآن بیارن، نمی توانستن. با جنگای مسلحانه با مصارف گزاف مردم یک جا کرده، دروغهای زیادی به علیه پیغمبر بافتن تا افکار مردم از پیغمبر دور کنه، ولی صدای پیغمبر مثل یک موسیقی فطرت به جان مردم، با عمق جانشان تاثیر میکرد. آخر خود امی سران منافقم یک عده بعد از فتح مکه مسلمان شدن، از لجبازی های خود دست کشیدن و مسلمان شدن و خدا اسلام ترقی داد و مسلمان آینده بشریتم از امی اسلام. امروزم بسیار چاره جویی میکنن، نقشه های شیطانی زیادی دارند که اسلام یا به کلی از بین ببرند یا او را بی اثر بسازند، ولی کار صورت یافتنی نیه. چی اونایی که دین ندارند اونا چاره جویی کنند، یا اینا امارای آستین که در کشورهای اسلامی هن و قدرت هم به دست گرفتن؟ نه، اینا می توانند، اینا هم نمیتوانن. خیلی حکومت ها بودن که در جان میخواستن نام اسلام در این کشور نمانه، خودشان کشته شدن یا رفتن مردن به جهنم، بالاخره مردم دوباره به اسلام برگشتن. الان آسیای مرکزی و آسیای وسطا همه به طرف اسلام برمیگردن. بعد از فروپاشی شوروی هزاران مسجد دیگر
در این کشورهای آسیای میانه تعمیر شد، ساخته شد و مردم گرو گرو به طرف اسلام پیش میرن. در غرب همه طور. اینجا به وسیله پول افغانیای بدبخت بی سواد صد نفر شده نصرانی کرده، یا شیطانایی که در مکاتب درس میدن، بعد شیطانا که از ابلیس خبیسترن، بچه های کوچک مسلمان را فری میدن با زبان منافقانه خود که میخواین عقاید اونها را در عقاید دینیشان ضعیف کنن. نه، اینا میمیرن و می ارمان به دلشان میمانه، این ارزو را به گور میبرن و به جهنم میرن. بچه ها پس بر میگردن به اسلام. این دین فطری انسان هایه، چی بخواین چی نخواین مردم میاین این طرف. غربی ها به سویه اون مردم بی سواد نمیاینه، کسی در غرب به غربی ها پول میده. شبای جمعه یا شنبه کمی تلویزیون تمدن نقل میکنه اونایی که به دین اسلام مشرف شده. اونجا فلاسفه، استازها، پروفیسرها، دکترها اونایین که مسلمان میشن، حقانیت اسلام درک میکنن. اصلا شما همین که تلویزیون تمدن پخش میکنم، اینایی که مسلمان شده یک کمی دقت کنه. یک چیزی که غالبا میگن، میگن ما وقتی که اسلام آوردیم و هویت خود پی بردیم، یعنی ما وقتی که مسلمان نبودیم خود ما از پیش خود ما گم بود، اما وقتی که مسلمان شدیم به خدا ایمان آوردیم خود یافتیم. همه طوره. ببینین یه آیه قرآن، اینا که او وقت این آیه را نخنده بودن نفهمیده بودن، ولی امو آیه را میگن نسوا الله فانساهم انفسهم، مردم خدا را فراموش کردن، ما هم خود این مردم از یاد خودشان برده. فانساهم انفسهم، وقتی که خدا را فراموش میکنن خودم فراموش میکنن، چون خدا خودشان هم از یاد خودشان میبره. میگه ما وقتی که اسلام میاریم خود پیدا میکنیم، میفهمیم که یک شخصیت داریم، عزت خود اس میکنیم، وقار خود اس میکنیم، مقام عدنیت خود میفهمیم، لذت میبریم. اما او زمانی که ما مسلمان نبودیم از خود بیگانه بودیم. این خیلی حرف مهمه. این همی قسم پیش میره. همونطور که مشرکین قریش شکست خورد، این مشرکین پلیت قرن 21 هم شکست میخورن. این منافقین داخلی هم ذلیلانه میمیرن و این ارزو را با خود به گور میبرن. و کلمت الله هی الاولیا، کلمه خدا از همه بالاتر. والحمد لله رب العالمين.